بله نه اختیار دارین، خواهش میکنم، داماد و دختر شما گردن بنده حق دارن. نه آقا چه حقی، باور کنید وقتی شنیدم با چه اصراری نذاشتین که بهروز آپاندیسش رو اهدا کنه و خودتون داوطلب اهدا شدید واقعا منقلب شده. خواهش میکنم، ولی الان اعتراف میکنم که من دوست داشتم اون شخص باشم. فقط این آشنایی یکم منو معذب کرده، باور کنید هنوز روم نمیشه سموم بدنم تو آپاندیس شما دفع کنم. نه خواهش میکنم اصلا این مسائل نیسته، شما راحت باشید. فقط من درخواستم از شما اینه که من اولم خدمتون بگم خواستم که ناشناس بمونم، قبول نکردم. کاملا با آپاندیس من راحت باشید و اصلا احساس راحتی بکنید. من عذر میخوام، در میزنم مثل که همکاران اومدن عیادت بنده، من با شما تماس میگیرم. به به آقا سهولت، یعنی من انتظار داشتم هر کسی بیاد اینجا عیادت من به غیر از شما. پاشو بیا بریم بیرون جان. بریم بیرون، همه منتظرت هستن. خب من میدونم که همه دوست دارم منو ببینم، ولی من الان آمادگی ندارم، واقعا نمیتونم بیام. پاشو لوس بازی در نیار، بیا بریم پایین. نه میدونم که دوست دارم به هر حال قهرمانشون رو ببینم، ولی یه مقدماتی لازمه، یعنی من یه متنی برای سخنرانی باید یه لباس شیک بپوشم، خودم رو درست بکنم، اصلا اینجوری نیستش که جان من. بذار اقلا پاک کنم، اینجوری که نه اینجوری نکنم. اجازه بده عیزم، اجازه بده با من. خب دوستان عزیزم، خیر مقدم عرض میکنم و خیلی ممنونم که اینجا تشریف آوردید و به من این نوید رو دادید که در واقع این تغییر مدیریت رو حس کردید و زحمات من بی دلیل نبوده. مسئله دوم این هستش که در واقع احتیاج به این دارم که این توضیح رو بدم. مدیر شدن دو تا دلیل داره، یکی اینکه شما ذاتاً مدیر هستید، یعنی اینکه مدیر به دنیا میاد، یا دو اینکه احتیاج به تحصیلات آکادمیک دارید. من متعلق به گروه اول هستم. و اما عمل آپاندیس، یک عمل بی خودی رو من تبدیل کردم برای این بیمارستان به یک برند معتبر دست. بینندگان عزیز، جا داره منم از این فرصت استفاده کنم از شما تشکر کنم که تمام مدت داشتین این فیلم رو تماشا میکردین تمام طول روز و الان به یک فیلم اولی اعتماد کردین و میخوان فیلم منو دوباره با کیفیت خوب ببینین. همینطور از هومن برادر عزیزم تشکر ویژه میکنم که به من و لنز دوربینم اعتماد کرده. مگه شما دوربین آوردین تو اتاق عمل؟ خب این بدون هماهنگی من غلطه، من حال برخورد میکنم. بینندگان عزیز آماده باشید، فیلم شروع میشه. چرا میخوای استعفا بدی؟ چون اینکه من نتونستم درست بیمارستان هدایت کنم. یعنی بیارزه ای؟ بله من خیلی بیارزه و بیدست و پا. از بچگی هم اینطوری بودی یا الان اینطوری شدی؟ بله من بچگی بیارزه بودم. زود رنج و گریه هم هستی؟ بله هستم. یه جورایی خاک بر سر؟ بله خاک بر سر. حالا یه نصیحتی واسه همسن و سالات داری بکنی؟ همسن و سالامو نصیحت میکنم دنبال این چیزا نرن، کتک خور نباشن، بدبخت نباشن، دنبال لاستوریز نرن. هومن هومن کجا رفتی یهو؟ چرا اینجا نشستی؟ بابا همه منتظرتن، جلسه پرسش و پاسخ گذاشتم، میخوام باهات عکس بگیرم. الان خودتو گرفتی؟ حالا این فیلم دست اینا چی کار میکنه؟ مگه قرار نبود کسی این فیلمو نبینه؟ ببین هر فیلمی که ساخته میشه بالاخره باید یه روزی از توی پستو بیاد بیرون. این فیلم ما هم مثل آب روان میمونه دیگه، راه خودشو پیدا میکنه، میرسه به چشمه مخاطب. چرا دریوری میگی؟ مگه آماده اون ساختی؟ گریه زاری من و فیلم بی کفایتی من چه ربطی داره به کادر بیمارستان؟ دست اینا چیکار میکنه؟ با این آبروریزی من چیکار کنم؟ بابا چرا شلوغش میکنی؟ تو که آبرویی نداشتی، تو همیشه قبل از اینکه این فیلم پخش بشه یه آدم بی عرضه تلخ کسل کننده بودی، الان که فیلم پخش شده تو یه آدم بی عرضه شیرین با نمک ترحم برانگیز شدی. بده حالا تو نگفتی اگه این فیلم برسه دست استاد من باید چیکار کنم؟ اگه برسه دست آدمایی که میخوام بیان تو این بیمارستان من باید چیکار کنم؟ من با این آبروریزی باید چه خاکی تو سرم کنم؟
اینجوری حق منو میذاری کف دستم دیگه، دست درد نکنه. بابا تو با فیلم اول من محبوب شدی، مشهور شدی، دیگه چی میخوای؟ خاله دیوونه ای قشنگ، الان شما منو محبوب کردی، من معروف شدم توسط شما. البته فقط من یه نسخه فرستادم برای جشنواره کن، منتها دیگه توزیع و تکثیرش افتاد دست علاقمندان، دیگه از دست من در رفت. فقط برو از جلو چشم دور شو. ببین تو از بچگی هم همیشه عکس العملات برعکس بوده، الان باید خوشحالیتو نشون بده. آخه این چیه؟ برو از جلو چشم دور شو. بدو لطفا بلوتوث های موبایل خود را روشن کنید. آخرین فیلم دکتر سرایی، دکتر بی‌هرزه. هوای داخل آسانسور 27 درجه می باشد. اوقات خوشی برای شما آرزو می کنید. دوستان از گرفتن سلفی داخل آسانسور جدن خودداری کنید. خودداری کنید. درب آسانسور باز می شود. طبقه 3 خوش آمدید. بفرمایید. که دیوونه خونه از قشنگ نه؟ تا کیه وقت؟ چند وقت پیش دیدیم. آره؟ همین که آخری گرفته بودیم، نه؟ اتفاقاتی که آخر اثر خورده بود، آره. اینجا چی کار میکنی شما؟ موبایل نگاه میکنی؟ موبایل برای چی نگاه میکنی؟ تو راه رو بیمارستان؟ الان ساعت کاره، هرکره را انداختی اینجا. هرکره نکردیم دکتر. چرا من خودم دیدم، چی این تو نگاه میکنی میخندیم بهش؟ پدر بزرگه دکتر. یعنی پدر بزرگته؟ بله. پدر بزرگش هفته پیش فوت کرده. داشتم عکسش آقای جادار نشون میدادم. خدا رحمتشون کنه، خدا بیامرزه. بفرمایید خواهش. متشکرم، خدا رحمتشون کنه. بفرمایید. بفرمایید سر کارتون. کجایی؟ چی شده؟ برمه داریم تا هم بیمارستان رو بردارم برم، اتوبوس راه افتاد. برای چی اتوبوس چیه؟ بابا برای لب مرز پناهندگی دیگه برداری بری. پناهندگی من؟ از چی پناهنده بشم من؟ بابا دکتر توی کیس مناسب و حلوی واسه پناهندگی. از وقتی این فیلم عکس نالت در اومده دیگه تمام شبکه‌های ماهواره دنبال تو هم دیگه بریم دیگه. ببین الان اونم نمیفهمم چی میگی، چی داری بابا میگی؟ من خودم حل برات کارت به کارتش میکنم، برداریم بریم. برو دور و بر من نپلک، برو ببینم. بابا یه دونه آژانس سوار میشه میره ترمینال 17، برمی داره اونجا سوار میشه میره لب مرز، یه الاغ اونجا ردیف منتظرته، سوار الاغ میشه حرکت میکنه با هم درست تو کوهستان میرسه اونجا، تازه اونجا میره تو کمپ، بعد وقتت شروع میشه خالش کنده میشه. من نمیخوام پناهنده بشم، میفهمی؟ آها من فهمیدم تو مشکلت چیه. من یه زوج خوب خارجی پیدا کردم، اینا همه جور بچه‌ای دارن، چشم بادومی، سیاه، سفید، همه چی، فقط فرزند دکتر ندارن. عاشق بدبخت بیچاره‌ای مثل تو هم. ردیف کنم بره قالش کنده شه، بری با بیفتی قالش رو ببره قالش کنده شه برادر بری. تا حالا مدیره بیمارستان با لگت زده تو دهن؟ نه. دوست داری بزنه؟ نه. پس برو، برو این برای نپلک. بودو شب بخیر. بودو 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 اینجا من هستا. بودو دکتر چطه نصف شبی نمیری خونه؟ عرض کنم خدمتون که من خوابم نمیورد، گفتم بیام یه قدمی بزنم تو بیمارستان همین. ولی چشمات یک چیز دیگه ای داره میگه. چی داره میگه دقیقا؟ چشمات پر اشکم، پر ابهام، دلت شکسته. یک سفر برات افتاده تا دو وعده دیگه، حالا دو هفته دیگه، دو ماه دیگه یا دو سال دیگه یک پولی دستت را میگیره، دستت هم نمک نداره. بله اینا همه تو چشمان بود نه؟ بله. ببین دکتر، سه تا مردیم اینجا تنها نشستیم، هرچی بگی اینجا، این گنجینه اسراره. بگو اصلا میخواییم باید همدردی کنیم، بگو. با خواهرت قهر کردی؟ خب آبروم برده، سکه یه پولم کرده، دیگه نمیتونم اصلا سرامو بلند کنم. قوی باش دکتر، حرفو نزن دیگه، قوی باش، تقصیر خودت بود. نبود؟ قبول دارم، قبول دارم. تو نباید ویدیو پر میکردی. درسته، شما درست میگین کاملا. بله معلومه درست میگم. عمو کسی که بی ارزه است، کسی که ارزه نداره میره ویدیو پر میکنه. به نظر من باید میرفتی یه بلندی خودتو.
نه این همه راننده بد هست، خودت هم انداختی زیر ماشین یکی از اونها. ویدیو پر کردن دیگه چی بود این وسط؟ خیلی ممنونم از همدردیتون واقعا. دکتر من درد تو رو میدونم، من درد تو رو خوب میدونم. درد تو درد بی غیرتیه. تو اگه غیرت داشتی الان آب شده بودی رفته بودی تو زمین. باز خدا رو شکر پر روی کمیجی راست راست راه میری چیزیت نشدم. بله یه نفر تو شهر ما فیلمش در اومد، آفتاب هنوز غروب نکرده بود، دق کرد مرد. آه اینجاش یه چیزی گرفت مرد. ببخشی فیلم چی شد مگه؟ فیلم عزا، فیلم عروسی، فیلم تجاری، فیلم هنری، چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که فیلم در نیاد، فیلم در بیاد، کار دمومه. باز خدا رو شکر که بی غیرتی، وگرنه داغون میشدی. خب نه نه من بی غیرت نیستم، الان خیلی داغونم. تو اگه غیرت داشتی الان اینجا نبودی آقای با غیرت، آقای داغون. خب الان من سر به کدوم کوه و بیابون بذارم ها؟ بیا اینم نقشش. ببخشید نقشه چیه؟ نقشه فرار از بیمارستان. اون را پله که میبینی راه داره به زیر زمین. تو را پله که آمدی من اونجا میبینی که 100,000 تومن تو جیب من میذاری که جیک من در نیاد. ته زیر زمین که رسیدی باز اونجا من میبینی که 50 تومن دیگه من میدی که اون پنجره را بهت نشون بدم که راه داره به پله استراری. پله 7 نه 8 نه 9 باز من میبینی که 200,000 تومن میذاری تو جیب من که داد و فریاد را نندازم. تا پلا که رسیدی یک قایق اونجا منتظره تا این فیلم پاپیون. جوراسیک پارک را انداختم جای بیمارستان. هومن یار پیچ موره. آره موره. این وسایل شخصی من کجاست؟ تو کمد دیگه. نه اونجا که روسری و شال و اینجور چیزا بودش. آها آها دراور، کشوی اول دراور نیستش، گل سر و کلیپس و نمیدونم چی اونجا دیگه. دیگه اون کمد تو اتاق دیگه آخریه. مانتوات اونجاست. حالا من دیگه جایی رو سراغ ندارم. مگه میشه من دارم میرم هیچی نداشته باشم؟ تو هیچی نداری به جز بدبختی، بیچارگی، خجالت، شرمندگی. دیگه چی میخوای غیر از اینا؟ این همه چیز دیگه. آها پیرن گل دارم. گوش پیرن گل دارد. آن اون رو شستم، بعد رنگاش با هم قاطی شد دیگه، دم کنیش کردم رفت. ببخشید. حالا من یه پالتو هم داشتم. آها اونو بیت زده بود. بیت اونو بیت زده بود، بعد ورداشتم پادریش کردم انداختم جلو در هموم. بعد من دارم با سیلی صورت خودم رو سرخ نگه میدارم. نه بد نیستش، ولی من دیگه دارم چمدونم رو میبندم. حالا فقط حواست باشه مسواک منو دوباره اشتباهی بر نداری. ببین اون آبی نفتی مال منه، اون صورتی هایی که گلای ریز خوشگل زرد داره مال توه. میدونم، حالا من دارم چمدونم رو میبندم و دیگه دارم میرم. خیلی خب رفتی، فقط درو به من سوز نیاد. همنشین عطر همنشین. حالا من دارم برای همیشه میرم. راست میگی؟ بله. یعنی میخوای به من اصلا زنگ نزنی، حال منو بپرسی، ببینی من تو این بیمارستان دارم چی کار میکنم؟ آها شما فکر بعدنش هستی. آره. که چه اتفاق میفته. آره. خیلی جالبه. خدافز هومن. هومن خدافز. هومن میدونم همه این تقصیر من بود دیگه، من وباری گردن تو شدم. حماقت‌های زندگی که کردم باعث شد تا الان منو ول کنی بری. هومن من دلم برات همیشه. نه برو یه خود آرامش بگیری، یه خود تنها بمونی، کلت هوا بخوره، دست من راحت باشی. آقایون داداشم گفته باشم امرو آخرین فرجه‌ای هستش که من بدون دادم. ببینم مگین دکتره خودشی دکتر معرفی نکرد دکتر سهرایی به ما؟ بله. مگه ادعای اینی نداره که الان رئیس این خراب شده؟ بله. چه ریاستی کرده باست من؟ من چجورکی میدونم به ریاستی این ادامه بدم باست این خراب شده؟ نمیدونم قبول بکنم. بله. همسرم. سلام همسرم، خوبی؟ من وسطی یه جلسه هستم تو بیمارستان، بعدم با شما تماس میگیرم. خیلی من چجوری پشت تلفن بفهم تو چه تغییری کردی؟ نه حالا بعدم کارم تموم شد تماس میگیرم. ببخشید جلسه سو
من کنگری زهتا مالک این خراب شده طبقی بند 3 اساسنامه اینجی استعفای این دکتر ری قبول میکنم، هر کیو موافقه دستشویی بره بالا. کنگر جان اینجی چیه؟ تو چطور نمیفهمی این مسئله رو؟ تو که از هر چیزی برای خودت کرم میگیری چطور نفهمیدی این بره لیانه؟ این تلاس، این جواهره، میخوای تیپا بذاره تو کتفش برداره بره؟ زهداب جان ما رنج این آدم رو کشیدیم، الان که داره سمر میده بفرستیم بره. کدوم جواهر شما میگیدون؟ کدوم رنجی میگید؟ چه سمره این باسمن داده؟ چطور نمیدونی تو؟ الان همه جا حرف همه دکتر صحراییه، این بیمارستانو مدیریتش الان نقل همه محافله. بابا برداریم میریم قلب میکنه تمام میشه بسپار به من. زهداب جان یه لحظه به من توجه کن، الان میگن هر هواپیمایی که از بالای تهران رد میشه کپتان اعلام میکنه که الان در حال عبور از بالای دکتر صحرایی هستیم. اینقدر معروف شده میدونی چقدر میشه از این آدم پول در آورد؟ چی جوره کی؟ تو چی کار داری؟ چنگر اینو بسپار به من. ایناشو بسپارید به ما. آقایون داداشم گفته باشم من کنگری زهتاب به عنوان مالک این بیمارستان طبقی بند 7 اساسنامه اینجی مگ من این دکتره را سر را پیدا کردم، زحمت شو کشیدم، وایستادم سمرش رسیده، این جواهر بره لیگه ولیش کنم بره نمیذارم که فکر کردید من میذارم ببریدش اینجی. خب حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ دیدین انقدر هم که میگفتین من بی غیرت نیستم، دیگه دارم میرم. تو اگر غیرت داشتی از رو دیوار میرفتی نه از در، که ما هم یک چیزی کاسب بشیم. تو اگر غیرت داشتی همون شب میرفتی نه الان روز روشن. تو اگر غیرت داشتی اونا من دیگه بضاعت هم همینقدر بود، ببخشید دیگه الان دارم میرم، دیگه مهم اینه که باید برم که میرم. غیرت مرد به رفتنش هم بله. در 100 سال هم میموندی غیرت رفتن نمیتونستی. متوجه هستم. بله دیگه شما از طرف من از پرسنل بیمارستان هیئت مدیره خداحافظی کنی، من نرسیدم دیگه. خیالت راحت باشه، من خداحافظی میکنم بهشونم میگم دکتر هومن مرد بود گرفت، شما همه بی غیرتید، خاک بر سرتون، بعدم میفرستم یک جای بدتر از جایی که. نه 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 احتیاجی نیست جناب سلطان، ببین در واقع من جام اینجا نبود، به اونا چی کار داری؟ برای هر خوبی بدی دیدید ما رو حلال کنید. خواهش شما هم من را حلال کن. خواهش میکنم، شما عزیز ما هستی، شما سرور ما هستی، کسی که شما بدی ندیده. داری به هر حال آدم هست و جائز الخطا. اگر کت شما را پاره کردم، اگر مریض ها را بیمارستان جا ندادم، اگر جیب شما را زدم، اگر فیلم های شما را در بازار پخش کردم. ببخشید فیلم های من تو بازار پخش کردین؟ دیگه حالا بگذاریم، اشکال نداره، گذشته ها گذشته. بیا اینم کیفت که من زدم. این کیف پول منه. بله این پولاش بود. پولاش خالی کردم شستم، بوی نوعی میده، بو کن به دستلا خودم بو کنم اینه. به به بوی دکتر صحرایی، بذار بوی تو پیش من باشم. خواهش میکنم خواهش میکنم. من تا حالا به شما نگفتم من شما را خیلی دوست دارم، عوارض خروج بیمارستانم نمیخواد بدی. بله متوجه هستم. خیلی ممنون، من به شما عادت کرده بودم. با اجازتون بس 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 امو سولت نمیذاری هیچ گیلنگشی از این خراب شده بذاری بیرون، علل خصوص دکتر صحرایی. من واقعا نمیدونم که چرا مانع شدید که من نرم، من دیگه واقعا اعتبار حرفه‌ایم خدشه‌دار شده و با بیرون اومدن اون فیلم واقعا رسوایی بزرگی برای من رقم خورد. من واقعا نمیفهمم. تو نمیفهمی؟ من نمیفهمم. اونو که خب بله.
آخه ماسچیچی شما چسبیدید و دستی به اون فیلمه، اونی ولیش کن. اونجی که شما اومدی با تمام صراحت، با تمام وجودت، با شجاعتی کامل اومدی به ناتوانیت، لاجونیت، بدبختیت، بیچارگیت، بیارزگیت اومدی اعتراف کردی، اونا رو بیست کنار. اونا که ناتوانیته، به چسب قوتت، نقاط قوتت به چسب. ببخشید کدوم نقطه قوت دیگه؟ ما تو داری خودت دست کم میگیری. ببین الان تمام محافل علمی دنیا نقل این مسئله آپاندیسیتوه. من خودم شنیدم دانشگاه سوربن دارن یه تندیس از آپاندیسیتو میسازن. دیگه خیلی دارید اقراق میکنید ها، دیگه همه میدونن که اول پیوند آپاندیس چیز بیهوده ایه ها. نه نه صحرای جان، الان داری کم لطفی میکنی عزیزم. ما چرا نباید بتونیم به تمام جهان آپاندیس صادر کنیم؟ بله. ببین اعتماد به نفس که نباشه میشه این. بله. ببخشید شما مطمئنید؟ بله مطمئنم دیگه. ببین تو الان اسطوره حله، این قسمتش حل شده، تمام شده، رفته. نجنبی این دریچه ای که برود وا شده بسته میشه وا. ببین تو مثل اسطوره هایی که فراموش شدن، فراموش میشه، حالش کنده میشه، بردار اسطوره رو میذاره میره وا. ببین هومن جان، الان همه ی نگاه ها خیره به تو، همه دلشون میخواد در این افتخار سهیم باشن، تو دلت نمیخواد نام این بیمارستان جهانی بشه. دیگه دارین یکم هولم میکنین، یعنی واقعا میشه؟ بابا چرا نمیشه؟ همایش برگزار میکنیم، چهار تا مهمان داخلی خارجی دعوت میکنیم، برمیداریم میاریم میذاریم اینجا، قالب میکنیم، تمام میشه میره دیگه. همایش؟ حالا تو این هاگیر واگیر این کارا پول میخواد، همایش پول میخواد، پول از کجا بیاریم؟ هومن جان از قدیم گفتن پول دو چیز خودش جور میشه، یکی جهیزیه است، یکی همایش. برمیداریم میری. اینی که ملتفتم، خودم دستت درد نکنه. شما بفرمایدون این چاییادون بخورید، سرد نشید دهن بیفته. بله میفرمایدین. خب فقط ببینم اسپانسرها پولا رو واریز کردن دیگه. آره پولا اومه، اسمس شمومه. بفرمایید که چقدر پول جمع شده. دقیقا که نمیدونم الان بگم، صفراش یخت زیاده، باید برم یکی الگوشه بیشینم بینیم زیر همه حساب کنم جمع بزنم. اگر جان این دکتر صحرایی متوجه نشه این برم داره میره، این بفهم ما از اسپانسر چقدر پول گرفته، بعد وقتی میدونی چی میشه، میگیرم نم پرسنل حقوقش رو بدین، تجهیزات رو ردیف کنیم بخرین و برم داره میره. بله به نظر من هنوز همه پتانسیل بالقوه مالی همایش رو به بلفل تبدیل نکردیم. به بلفل یعنی شیشی؟ به بلفل چی؟ ولش کن. ببین توی تخصص ما اینجوریه، مریض که میاد گونه بذاره تا پلکاشو نکشی هم نباید رهاش کنی. من میگم از این همایش بازم میشه پول در آورد، ما چرا بلیط فروشی نکنیم؟ من فکر اینجا رو کردم دیگه، من بلیطاشو چاپ کردم دادم دستم این عموه سولت، دادم روشم نوشتم هر آپاندیس چراغ است. باریکلا باریکلا. ببین من انقضا ذهنم مشغول شده بود سر این قضیه تبلیغات دوری آپانسیس که دیگه اصلا فکرم نرسید به بلیط فروشی. اون وقت اون 8% ارزش افزوده چی میشه؟ باریکلا. نه باریکلا، توم ذهن خلاقی دارید اونو. منم تبریک عرض بکنم، فقط ببخشید 8% از چی؟ 8% از هر چی. تازه من شنفتم 10% تو این همایشا بابت سرویس میسونن. آره بله بگو چقدر پول جمع شده، ختم جلسه رو اعلام کنیم. خب یعنی ما بعد از همین پول اسپانسر از اینای همایشو تامین بکنیم برداریم بریم دیگه. هزینه چی همایشو میخوایم کلی سرجم تو پذیرای یکی نارنگی بهشون بدیم، اونو من سراغ دارم، لکداراشو 30% قیمت از هم میگیرن، صندوقی همه دیگه. چی دیگه؟ به ما سالون میخوایم برای سخنرانی، اونو چیکار کنیم؟ سیستم صوتی میخوایم.
بابا سالان باز چی کل این مملکت دارن حسرت لابی این بیمارستانی میخورن، منم که نمیدونم درآمدی بیمارستان بابت سیستم صوتی بدم، تش اینه سر آخر میگیم اون که میخواد بیاد سخنرانی یخت بلندتر حرف بزنه داد بکشه همه میشنفن. خب دیگه جناب زهتاب دیگه حداقل یه چایی باید بدیم دست مردم. این خود ملتفت عرض شما هستم، ولی یا چای میدن یا نارنگی. چای با نارنگی میزنه ترش میکنه یارو. چه قزم آقا مهه. درخت دوستی بنشان که کام دل بباراید، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. دوستان عزیز، مهمانان ارجمند، امیدوارم که تا اینجای برنامه راضی بوده باشید و از برنامه های شاد و مفرحی که برای شما ترتیب دادیم لذت برده باشید. حسن تشکر از حامیان مالی این برنامه. اگر اجازه بدید میخوام از کسی دعوت کنم که نخستین پیوند آپاندیس جهان به دست با کفایت ایشون انجام شد، جناب آقای دکتر بهروز عشقی. دوستان، عزیزان، مدعوینا، خیلی خوش آمدید. من هرچی دارم، نه من، علم پزشکی، این بیمارستان هرچی داره از آپاندیس پدرزن من داره. پدرزن من به من اعتماد کرد، نه تنها دخترش رو به من داد بلکه آپاندیسش رو هم به من داد. جا داره که از ایشون تشکر کنم و قدردانی کنم. پدرزن عزیزم، در یک جمله، علم پزشکی و من به تو مدیونیم پدرزن. دوستان، خبری که همکنون به دست من رسید توجه کنیم. پدر زن عزیز من و همسرم رو ما اصل بله دو تا بلیط رفت و برگشت به جنوب اسپانیا واسه ما اصلمون. دستشو میبوسم، ممنون. آقایون و خانم، امن علیکم. همانگونه که میدونید اون عملی پیوند آپانسیس در اولین بار در بیمارستان حاشیه اتفاق افتاده و من افتخار اینی دارم در مقام کسی که این بیمارستان و اصل و نسبش ماسماس به پارس این موفقیت خدمتتون عارض بشم. مردی که در میان ما اومه و کاری که کارسون و آپانسیسی خودشو در این را در اختیاری ما قرار داد و فیلمش الان داره دست به دست بین شما میچرخه، کسی نی جز دکتر هومنی صحرایی. دوستان، من واقعا از شما عذر میخوام. اینجا در واقع محیطی هستش که قرار بود در این محیط بنده خدمت رسانی به شما مردم عزیز رو سرلوحه کار خودم قرار بدم، ولی متاسفانه نشد. یک روز من، هومن صحرایی، که توانش خیلی کمتر از رسیدن به آرزوهاش بود، به کمک استاد نازنینم قرار شد که بیام در این بیمارستان و از درد و رنج و آلام شما بکاهم. ولی به علت این که توانایی نداشتم این اتفاق نیفتاد. و در واقع اون فیلمی که از من پخش شد اعتراف به همین ناتوانایی ها بود. وگرنه خدا شاهده من تمام تلاشم رو برای اینکه شما درد و غم و قصه‌ای نداشته باشید به کار بردم و این رو من میدونم و خدای خودم. عمل پیوند آپاندیس هم یک عمل زائد برای پیوند یک عضو زائد هست که هیچ ارزش علمی و پزشکی نداره. در نهایت ببخشید من رو برای همه اون چیزهایی که من میخواستم ولی نتونستم انجام بدم.
حالا میدونی یاد چی افتادم؟ نه. یاد کلاس سوم دبستان که با شجاعت تمام تو صورت ناظممون نگاه کردم، گفتم من بودم که شیشه کلاس رو شکستم. البته کتک سیری خوردم ولی خیلی سبک شدم. میدونید من یاد چی افتادم؟ چی؟ یاد پنجم دبستان افتادم. کتابمو یاد جا گذاشته بودم خونه، تو بعدش آوردیدم در مدرسه، این دوستام تو رو دیدن هرر بد خندیدن. یادت من چقدر گریه کردم به خاطر اینکه تو داداش منی. وقتی داشتم بالا سخنرانی می‌کردم یاد کلاس چهارم دبستان افتادم که اون شعر رو میخوندم، باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد بر ما. میدونی یک جور در این اقرار کردن، در این اعتراف کردن، یک جور سبک شدن، رهایی از چیزهای بیهوده، صادق بودن. متوجه چی بهت میگم؟ میدونی اون بالا بودیم من یاد چی افتادم؟ کلاس دوم یادت رفته بودیم جنگل؟ آره. آها، که نزدیک بودم بیفتم تو دره. بله آره دقیقاً. همش داشتم با خودم فکر میکردم که چرا خودت نیافتادی تو دره؟ چرا من خودم اومدم کمکت کردم تو رو در آوردم؟ چرا پارتت نکردم؟ آخه چرا من؟ چرا؟ حالا تو باید به من افتخار کنی. من که همیشه اعتراف میکنم به ضعف و ناتوانیم و اقرار میکنم و جلوی کارهای ناشایست و بد دیگران میستم. ببخشید جناب علی، خیلی خرابکاری، همیشه گند میزنی. من یه فیلم ساختم، قرار بود معروف شی، مشهور شی، گند زدی. الان قرار بود همایش بری، تمام بیمارستانو مشهور کنی، معروف کنی، تمام پرسنلو گند زدی. حالا خانم، مثل اینکه تمام اتفاقا تقصیر شما بود. آخه کی از برادرش فیلم میگیره میذاره مسخره میکنه دیگران بهش بخندن؟ عزیز من، خود جناب علی مسخره ای. خب من چیکار باید بکنم؟ من یه فیلم ساختم، قرار بود با هم بخندیم، نه به هم. یه دقیقه واسه ببینم، یعنی تو حاضری همه به من بخندن؟ بهتر از اینه که برای من گریه کنن، چون تو برادر منی که. چی؟ من دیگه با شما حرفی ندارم. تو یه روزم نمیتونی از من دور باشی. خوله خواهرم، خوله دیوونه است.